شهروند تاجیکستان بنابر نشاندادهای مفتی در روسیه ادای جزا می نماید. ترکمنستان به صف 10 کشوری سنزوره شدید داشته داخل شده است. جی‌سی‌شپ فراز در خصوصی مفلس شوی خود اعلان نمود. خویشاوندان محبوسی 29 ساله تاجیک در روسیه عبیدالله تقایف کوشش دارند اثبات کنند که پرونده جنایی نسبت جوان اعلان گردیده بافته شده می باشد. مراجعت خویشاوندان به پرزیدنت وضعیت را دیگرگون کرده نتوانست. زیرا در مکتوب حساباتی کرمل گفته شده است که مقامات سعودی مستقل و صاحب اختیار می باشد. بنابراین مقامات اجرایی حاکمیت نمی تواند به قرار آن دخالت نماید. یادرس میکنیم که تقایف آخرهای سال 2018 در روسیه محکوم شده است و این حال در کلونیای اصلاحی شهری بلاگاوشنسکی ولایت امور نگاه داشته می شود. مقامات قدرتی روس نسبت به پرونده جنایی بافته شده آغاز نموده در همکاری تشکیلات تروریستی عبدال دانسته به مهلت 6 سال از آزادی محروم ساختند. در همصحبت با رادیو آزادی خویشاوندان تقایف نقل میکنند. او یکچند مراتبه شاهد آن گردیده است که پیش از شروع نماز به مسجد کارمندان پلیس می آمدند و بعضی مهاجران با زودی از آنجا می رفتند. حجت های او درست بودند. از این رو تقایف بدونی ترس از کارمندان پلیس پرسیده است که چرا آنها به مسلمانان فشار می آورند؟ آنها پاسخ دادند که با درخواست امام مسجد آنها برای رعایت ترتیبات جمعیتی نظارت می کنند. بنابراین عبیدالله بعدتر سوال مذکور را به امام خطیب مسجد مفتی کراسنویارسک گیاس فتکولین داده است. با جرأت تقایف ایستادگری کرده نتوانسته امام مسجد شهروند تاجیکستان را در اکستریمیزم عیبدار نموده تهدید کرده است که با او مقامات های دخل دار کار خواهند برد. عیناً پس از این صحبت تقایف از طرف کارمندان خدمات مخصوص دستگیر شده به بازداشتگاه موقتی جایگیر کرده شده است. سلام علیکم خورم تعلیم دارم. قرارش دارم. طبقی سازمانی بین الخلقی کمیته حمایت جورنالیستان، ترکمنستان در بین 10 کشورهایی که صاحب سنزورای شدید هستند، پیش صف می باشد. اینچنین در روی خط مذکور کشورهای عربستان سعودی، چین، ویتنام، ایران، گوینه اکواتوریالی، بلاروس و کوبا داخل شدند. 10 کشوری مذکور معیارهای بین المللی را توسط من یا شدیداً محدود کردن رسانه های مستقل و ترسانیدن روزنامه‌نگاران با تهدید حبس، تعقیب رقمی و جسمانی و با دیگر نمودهای تعقیب ویران می کنند. خود سنزور نمودن حادثه وسیع پهن شده می باشد، نوشته شده است در سند تشکیلات. سردین 90 سمی ترکمنستان پرورتیلیس و روپر власті. طبق معلومات تشکیلات بین الخلقی در ترکمنستان و سایت اخبار امه همچون بلندگویکی حکومت خدمت میکند. نقطه نظری تفاوت را باشد تنها میدیای اموی که در خارج از کشور هستند گفته میتوانند. حتی اگر به خبرنگاری خارجی برای ورود به کشور اجازت دهند از پسی او با دقت نظارت خواهند کرد. ریتینگ مذکور بنابر اساسی محدود ساختن آزادی مطبوعات ترتیب داده شده است، یعنی محکوم نمودن به زندان، قانونهای تعقیب کنی، نظارت کردن خبرنگاران و محدود ساختن دسترسی اینترنت و سامانه های اجتماعی. امسال نیز متشنج است در سمت دسترسی به اطلاعات. یادرس میکنیم که سنزورای شدیدی وسایل اخبار عامه از طرف رژیم نه تنها در ترکمنستان بلکه در تمامی منطقه های آسیای میانه از جمله در تاجیکستان نیز عملی گردانیده شده است. با صداقت دوستا و برادرا و در برآمد چند پیش کرده حمایتگری حقوقی معروف عزت امان خبر داده است که در تاجیکستان سنزور شدید وجود دارد و هر یک خبرنگاری مستقل از طرف کارمندان خدمات مخصوص برای نشر نمودن معلومات دقیق در وسایل اخبار عامه تعقیب کرده می شود. یگان وزیر نشر شود یا یگان نماینده های پارلمانی ما نشر شود. یکی از کلانترین و با موفقیت ترین شرکت تاجیکستان آیدی برهمخوری خود اعلان نمود. طبق اطلاع بعضی رسانه هایی که به خدمات مطبوعاتی جی‌سی‌شپ فراز تکیه نمودند، شرکت مذکور به کمیته اندازی کشور برای برهمدهی خود عریضه ارسال نموده است. در نسخه نامه به کمیته اندازی تاجیکستان گفته می شود که فراز بنابر شکست خوردنش در رقابت های بازاری مواد سوزشواری برهم داده می شود.
اینچنین باز یکی از عامل‌های برهمخوری شرکت تنزل اقتصادی جهانی و تأثیر منفی آن به منطقه باعث از دست دادن ثمرناکی مالیوی فعالیت جمعیت گردیده است. Хотя они последовательно старались не оглашать истинных владельцев Фароза, но یادرس میکنیم که شرکت فراز اساس گذارش یکی از دامادهای رئیس جمهوری کشور شمس الله صاحبوف بوده در سال 2008 تشکیل شده است و در آغاز اساسا در بخش واردات و فروش عمده و چکنه سوزشواری فعالیت میکرد. اما سالهای اخیر شرکت فعالیت خود را وسیع کرده این حسارچی چندین ساحه سر درآمد گردیده است، از جمله جمع آوری شیره کمال، صادر کردن شناسنامه های رانندگی و رقم های دولتی ماشین ها، استحصال پازهر، رشد توریسم و جهانگردی، ساختمان، صاحب ملکی کانهای فایدناک، بانکداری، خدمات طبی و بخش های زیادی دیگر حضور گسترده پیدا کرد. اینچنین سنه 9 سپتامبر به خبرنگاران معلوم شده است که شرکت فراز نیت دارد در ولایت سوخت 3 تا ترمینال بین الخلقی نقلیاتی بنیاد نماید و برای این اقدام به شرکت زمین جدا کرده شده است. Well, this is a very interesting story because Tajikistan, as you mentioned, is ایلیا لوزوفسکی، سردبیر سامانه مرکزی تحقیقاتی فساد و جنایت های متشکلانه در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که سبب قراری برهمخوری شرکت فراز با حیثیت ویران شده وابسته است. احتمال آنها قرار نمودند که نام شرکت به آن تاریخی بزرگ علاقه دارد. با گفته ایلیا لوزوفسکی، حالا اگر کسی از گوگل نام فراز را جستجو کند، تحقیقاتی را می‌یابد که در آن نشان داده می‌شود چگونه شرکت از معاملات کرپسیونی سود برداشته است و احتمال است من بعد شرکت کارهای خود را از پس نام دیگر عملی گرداند. از این رو آنها می‌خواهند بیزنس خود را پشت شرکتی با نام دیگر پنهان کنند. стали достоянием широкой общественности через субъектов информационного пространства. Может быть, с тем, чтобы каким-то образом изменить общественное мнение, решили ликвидировать формально.